سلام بیننده عزیز، امید دارم که جور صحتمند باشین. من رحمت الله ناصری هستم با همکار خیلی خوبم کنشگاه جان. چی؟ محمدی. کنشگاه جان در تخلصتان من نمیفهمم که چرا مشکل دارم، احساس میکنم که اشتباه نگویم. در خدمتتان هستیم و برنامه را تقدیمتان میکنیم. یک و نیم ساعت با شما هستیم با بخش های مختلف در برنامه و آل هم همکارم. اول بر خودت سلام رحمت جان، خوب هستی؟ کاملا خوب هستم، خدا رو شکر. و سلام و شب بخیری بر شما عزیزانی که بیننده شام یک هستین. آرزو دارم هر جایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشید و یک شام خوبی خوش را آغاز کرده باشید. بازم شام یک است و ما با جمعی از همکارانم این برنامه را تقدیم حضور شما میکنم. آرزو دارم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. و حالا میریم رحمت جان سراغ فردوس جان. بله. ببینیم که فردوس چی میکنه امشب. سلام فردوس جان. خدمت شما دو عزیزی که همیشه همراهی ما هستین و ما را همراهی میکنین و یک سلام خاص به تمام بیننده های تلویزیون یک، بخصوص برنامه شام یک که همین اکنون پشت پرده های تلویزیون خود نشسته ما را تماشا میکنند. امشب چی آماده میکنی فردوس جان؟ ولی یک کوفته در نظر گرفته براتون. خدا خواهی خوشتان بیر. کوفته چی هست؟ کوفته گوشت هست؟ گوشت گوساله. چند نوع کوفته یاد داری فردوس جان؟ هر نوعی که نه چند نویش کفته گنجشک است، کفته بودن است، کفته گوشت گوساله است و گوشت گوسپند بسیار کم استفاده میکنم مردم اول زیادتر گوشت. فردوس جان بعض مردم بعض هموطنای ما از ولایت که هستن کفته کلوخی میگن، او را یاد داری چی؟ کفته خمیری میگن او را. بله چرا نه. امروز ما نامش را نمیفهمید و ما هم پخته میکنیم. بله. از چی جور میشم او کفته که چی گفته؟ کفته خمیری. کفته خمیری. ترکوری است که در آرد خمیر میکس میکنن. خمیر میکنن باستا. از ما باست مردم ما تخم هم مندازن. بله با عموما برای کفته تخم مندازن به خاطر که خدا باش نکنه باز نکنه. خب فردوس جان خوب است که در برنامه بعدی بخیر از او غذا هم پخته کنیم و یک موضوع دیگه که غذایی که با اقتصاد مردم ما برابر باشه. بله. غذاهایی که همیشه ما پخته میکنیم یا هم غذاهایی که در اطراف مردم ما هموطنان عزیز ما پخته میکنن از او غذاها بخیر آماده کنیم در برنامه و بیننده‌ها ببینن. پخته کردن کوفته چقدر وقت میگیره فردوس جان؟ اینا نظر به گوشت هست، ما اگر گوشت خوبتر پیدا کنیم یک ساعت یک نیم ساعت در بر میگیره نرمال پخته شوه. ما کار عجله نمیکنیم به خاطر که کوفته نازک است میسوزه. فردوس جان کدام نوع کوفته را زیادتر مزه‌دار پخته میکنی، خوبش پخته میکنی؟ والا زیادتر می کوفته گوشت زیاد پخته میکنیم از خمیری کرده. باز عام است همین. عام است یا بله. ما هم کوشش میکنیم که بخیر یک این برنامه‌ای که ما شما در نظر گرفتیم پیش میبریم چیز را آماده کنیم پخت کنیم که واسه مردم باشه. بله خوب است. و یک موضوع دیگر متنا عزیز میخوایم برتان یادآور شوم که فردوس جان غذایی را که در اینجا آماده میکنه چون در برنامه وقت کم است بیشتر مواد از ایره قبل از قبل آماده میکنه و آیسا آیسا ما میریم به روش آشپزی هم که فردوس جان برتان یاد میده و غذاها را دیگه قدم به قدم چیزی که پخته میکنه و شما هم میگه که مثال روغن چند دقیقه باید باشه روی گاز و بعد از او چی را اضافه کنن. ما هم از غذای خوشمزه استفاده میکنیم در آخر برنامه و امروز من کاملا گشنه هستم، من انتظار دارم که پخته شوه. بخیر غذا. بخیر بخیر کار آغاز کن. تشکر فردوس جان. یک سوال میخواستم پرسان کنم از خودت، در خانه آشپزی میکنی؟ بله. باز کدام غذایی را که خودت پخته میکنی زیاد دوست دارن؟ همیشه فرمایش میتن که میره باید تو آماده سازی؟ فعلا که من شوله قربندی را زیاد فرمایش میتن. خیلی یک شب حتما بر ما در نظر میگیریم بر شما. بله. و شوله از جمله غذایی است که من بسیار دوست دارم و همیشه در خانه وقتی که رخصت باشه یا هم با فامیل باشم شوله میخورم. یعنی من شوله را زیاد دوست داری. در این بخش برنامه هم ما مهمان خیلی محترم با خود داریم که امروزشان صحبت ها را ادامه میتیم و این که مهمان ما کی است کنشگاه جان برتان میگه. بله رحمت جان. مهمان ما خانم خیلی عزیز که من واقعا خیلی دوستش دارم دکتر نجم صفا شفاجو متخصص امراض داخله را با خود داریم. نجم سما که اشتباه نکنم نامتانم و در مورد فواید شیردهی و اهمیت شیردهی صحبت میکنه. خانمای عزیزی که نمیفهمین فواید شیردهی چی است و اهمیتش چی است، چگونه باید ما نوزاد خود شیر بتیم، در این باره بیشتر
دکتر صاحب صحبت میکنه. اول خوش آمدین. عیدتان مبارک. طاعت عبادتتان قبول باشه. سلام و رحمت الله. عید به شما و به تمام مسلمانای جهان، خاصتا مسلمانای افغانستان و بالخصوص خانمای حامله و شیردی تبریک و تهنیت میگم. از نظر نسای ولادی اگر بگویم وقتی که جنین تولد میشه و نامش نوزاد میشه، اولین کسی که برش به تماس میباشه دکتر نسای ولادی قابله و نرس است که دینمی دقیقه دقیقه اول دقیقه طلایی میگن و ساعت اول ساعت طلایی میگن. از چی نگاه؟ دقیقه اول از نظر تنفس که حتما نوزاد باید تنفس بکنه و ساعت طلایی اونم ساعت اول بعد از ولادت است که حتما باید شیردهی شود. اما متاسفانه و کلتورا و عادات و رسوم غلطی که در افغانستان ما داریم این است که میگن که نه، شیر اول جده است، انوز او سیر ننداخته، او شش ننداخته، این شیر باید نخوره، شیر اول باید بدوشین در زیر درخت بندازین. اینی گپا انوز هم جریان داره که بسیار ما تا جایی که میتانیم اما مسئولیت خود ادا میکنیم و گردن خود خلاص میکنیم که میفهمانیم خانما را که نه، اولین شیر اهمیت طلا را به طفلت داره. اینا را دلت که تو طلا به طفلت میتی یا نمیتی؟ اینا میقدر که طلا خریده میشه، به یک رقم میخریش، اما شیر مادر خریده نمیشه. اونمو اهمیت طلا را داره که به مغزش، به جلدش، به چشمش، به اینمی حجره حجره بدن شیر مادر بسیار مفید است. همیشه من میگم ما امی نسل افغانستان امی قدر که در جنگ هستیم و در بی اتفاقی هستیم و در خشونت هستیم، شاید ما از شیر مادر زیاد استفاده نمی کنیم، بر ما اهمیتش گفته نشده. در شیر مادر عاطفه است، محبت است، لیاقت است، ذکاوت است، هوشیاری است، مهربانی است. بیاین میگم که از این بعد ما شروع کنیم که نسل آینده افغانستان ما سرش کار بکنیم که با شیر مادر تغذیه شود. بسیار ای گپ مهم است. جای شیر مادر را هیچ چیز گرفته نمیتونه. انگار کنیم که شیر مادر را بر ما ساختیم، به هر قیمت که شد ساختیمش، یک رقم یک فابریکه پیدا شد که بسیار اما ترکیب شیر مادر تانست که بسازه. اما محبت او از کجا میشه؟ او تماس جلد به جلد که با مادر داره، او بوی مادر از کجا میشه؟ شرکت ها، فابریکه ها، بزنس ها بسیار کار میکنن که شیر مادر یعنی که اما تو خراب جلوه بتن و خانما را تشویق بکنن که شیر خود نتن. من یک وقت یادم میاد که خانما شیر خود نمیدادن که اندامای ما خراب میشه. چیه گپه؟ چیه عجیب تفکره؟ مادر شدی؟ شکمت خراب شد؟ اندامت خراب شد، رویت لکه شد، اما در نتیجه کار تو یک طفل صحتمند باید باشه که این بسیار گپ مهم است که آله الحمدلله بسیار مادرها شکر تشویق شدن که شیر مادر میتن. اما متاسفانه باید بگویم که در یکان جای انوزم ما شیر چوشک میبینیم، انوزم شیر پودری نمیبینیم. والا که اقدر سخت من میگم در این شیر خدا نه چیگرد است. شما از این شیر باید اشتکتان تغذیه نکنین، برای اینکه در چیزای خراب و حرام گذشت. دکتر صاحب با معذرت صحبتایتان قطع کردم، رب داره با می موضوعی که شما یادآور شدین، گفتین حال شیر چوشک با بعضی اطفال میبینین. بعضی از مادرها میگن که طفلم شیر مرا نمیخوره. این هم کدام دلایل خاص داره، نرمال است، یا هم در موایل که شیر مادر استفاده نمیکنه دل سرد میشه، این هم کدام عوامل داره؟ شیر مادر اصلا خو امین نان خوردن ما که است، این هم یک معیار داره. نه که دستای خود میشیم باب صابون و به احترام به دسترخوان میشینیم و لقمه اول به بسم الله بالا میکنیم، شیر مادرم از خود ترک داره که به کدام ترک برش بده. اگر اونمو معیار، اونمو ترک، اونمو نزاکت که تزمو اشتک مرات نکنی، اشتک جل میکنه. زیادی اشتکا هستن که شیر مادر خود نمیخورن، یا مادر مواد خوشبویی استعمال کرده که اشتک خوش نداره، یا ای که اق آرایش غلیظ کرده که اشتک خوش نداره، یا فکر مادر اقدر پریشان است که توجهش به او طفل نیست، به اون نازی که او توقع داره او را ناز نمیده، یا سر و صدای است که او محیط او طفل خوش نداره، یک چیز ناخوشایند است که او طفل نمیخواد،
که دونمو حالت شیر بخوره، اما مادر میخواد که نه اونمو شیر باید بخوری. نه، از خود معیار داره. وقتی که مادر هر وضعیت را که خوش داره به مو وضعیت بشینه و شیر خود برای طفل خود بنوشانه یا به یک بالو خود پرته، یا اما هر وضعیت را که آرام خود احساس میکنه به مو وضعیت خود قرار بده و طفل خود قرار بده و بعد از او شیردهی بکنه. وقتی که وضعیت مادر آرام باشه طرف طفل خود سیل بکنه، طفل خود نوازش بده، او طفل حتما حتما شیرش میخوره. مادرای که شیردهی هستن حتما تجربه بکنین این گپه. یک روز شما آرام بشینین در اتاق، سر صدا نباشه، رنگای تیز زننده نداشته باشه، فضای آرام داشته باشه، سر طفلتان دست بکشین، نازش بتین، ببینین که چقدر طفلتان به آرامی شیرتان میخوره. و یک روز هم ببینین که در خانه سر صدا باشه و اعصابتان نارام باشه، یک دستتان در کار خانه باشه، در اشتک در بغلتان باشه و اعصابتان نارام باشه، ببینین که اونمو طفل زور میزنه و طفل شیر نمیخوره. اینمی نزاکت ها را اگر کت نوزاد یا طفل مراد بکنن او حتما شیرش را نمیخوره. در صورت که این نزاکت ها را مراد نکنن او اشتک قار میشه. در حالی که ما چی میگنیم؟ او اشتک است، شیر میفهمه، بیقل است، خوشیرت بخو، خلاص، هنوز یک دو تا دودگام میزنیمش، خلاص. اینی گپا را باید بسیار خانم آمد نظر بگیره. دقیقا دکتر صاحب. دکتر صاحب بیشتر از اولین شیر مادر یاد کردین که امور فله میگن، و اتر یک ویتامینی در فله وجود داره که مادران نمیفهمن و طفل خود اولین شیر خود نمیتن که دیگه او طفل نمیتونه او ویتامین از هیچ نوع غذای دیگه به دست بیاره. پیشتر گفتم که ترکیب شیر مادر هیچ ترکیب نداره. شیر مادر از نظر ویتامینا، از نظر منرالا، از نظر مایات که اوش است، از نظر شحمیات، پروتینا، کربوهیدرات، از همین کل چیز پور است. یعنی پروردگار او ترکیب را که جور میکنه و میگه که فقط و فقط شیر مادر بخوره، اونمو ضروریات بدنش از امو سر تا قدم، از امو موی گرفته تا به ناخونش، اونمو برش کافی است. در حال که هوا گرم است میبینم که مادرها یکان دفعه ببینه که او تربوز هم میتن، بطور میگن نه هوا گرم است، یک کمک او تربوز هم بخوره. یا میگن که طفل ما زیاد ترق کده، نه ما یک ذره یک او هم میتمش. در حالی که اونو او دادن به طفل جای میدهش پر میکنه، سیرش میکنه و جای به شیر نیمونه. او بیچاره گه که دیگه ما او داده او رو لاغر میسازیم و میگن که طفلم که در شیر خود من است لاغر شده میره، به خاطر که او صحیح شیر دهی نمیکنه. او میدهش از او پر میکنه، او میدهش از چای پر میکنه، به شیر جای نیمونه که وزن بگیره. اینی گپ بسیار مهم است که مد نظر گرفته شود. دقیقاً. و دکتر صاحب از یاد کردین که بعض مادرها آب تربوز میتن یا آب میتن برای طفلشان. تا جایی که ما معلومات داریم میگن که تا 6 ماهگی نباید بدون شیر مادر چیز دیگه برش داده شود. اما بعض خانما میگه طفلشان 2 ماه سیوا میشه دیگه غذای کمکی برای طفلشان میتن. این چقدر میتونه باعث از این شود که طفلشان مریض بشه یا باعث از این شود که امراض خیلی گوناگون مصاب شود طفلشان؟ وجود نوزاد تا به 6 ماهگی اصلا خلقت انسان یک عجیب خلقت است، بسیار جالب است، بسیار ظریف است و بسیار حساس. تا به 6 ماهگی وجود طفل فقط و فقط با مو شیر مادر تغذیه میشه، اونمو کافی است. حتی آب حیات، آب زمزم برش داده نشه، فقط و فقط شیر مادر. به خاطر که وقتی که در اول شیر میمکه تشنگی طفل رفع میشه، خوب که تشنگیش رفع شد بعد از او اول شیر اوگین میه، بعد از او باز شیر تیره شده میره. در اوائل اگر اشتکه امو اسی اول شیر میتن باز خوش میبره یا مادر کار برش پیدا میشه میخزه طرف کار خود، یعنی که تشنگیش شیشت گشنگیش نشیشت. در حال که باید در 15 دقیقه اول از یک سیدیه کاملا شیر خود بیخی خالی کنن، یعنی طفل مطمئن شوند که هم قسمت آب خورد، تشنگی شیشت و هم قسمت غذایش که سیرش میکنه. امید قسمت اگه بخورم بیخی کاملا هم تشنگی شیشت و هم گشنگی شیشت، خلاص هیچ دیگه ضرورت نداره. یعنی یک مادر باید از 15 دقیقه حداقل طفل خود شیر بده یا بیشتر از 15 دقیقه؟ حداقل 15 دقیقه از یک سینه و 15 دقیقه هم از دیگه سینه. دکتر صاحب، در کشور ما شما چای به یک فرهنگ تبدیل شده و بسیار همه خوش دارن چای بنوشن.
خب حالا که طفل 6 ماه شد، بعد از 6 ماه اجازه داره بعضی چیزهای دیگه هم بخوره در صورت لازم دید. بعضی از مادرها چای برش میتن و این چای در اصل خودش بعضی از چای شیرین میتن، مثلا نیکوتین داره چای و خودش معتاد کننده است به بزرگا. تا این هم تاثیر داره که طفل با چای عادت کنه و در آینده ها مشکل ایجاد میکنه به طفل؟ متاسفانه بازم باید بگویم که اول که حتی نوزادکات تولد میشه برش مسکه میتن یا چای میتن، قنده میتن و زوفه برش لیتیگک میکنن میتن، که اینی بسیار فرهنگای غلط است. بیشتر گفتم که تا 6 ماه اول زندگی فقط و فقط شیر مادر، بازم تاکید میکنم که فقط و فقط شیر مادر باید داده شود. اصلا اینمی چای و زوف و مسکه یا کاملا غلط است. و وقتی که 6 ماه پوره میشه می میاد که ما میگیم که فقط و فقط شیر مادر بخوره، بعد از او به خاطر نمیگیم که فقط و فقط شیر مادر، به خاطر که وجود نوزاد بسیار ضروریات دیگه هم داره، تنها شیر مادر برش بس نمیکنه، میگیم یگان غذاگاهای دیگه طبیعی باز شروع بکنیم. باز در وطن ما از یک طرف ما غریب مسکین هستیم، از یک طرف با اشتک باز سریلاک میخریم که اینی سریلاک خریدن و اینی مواد قوطیگی، مواد رنگای کیمیاوی داره، طعمای مختلف داره، در ترکیب از او هر چیز گده است، اینی هم غلط است. غریب مسکین مردم هستیم، از چیزهای طبیعی باید استفاده بکنیم که اونمو به نفع طفلک است. بعض خانما، بعض پدرها، مادرها از این که بسیار خودم مهربان نشان بدن به طفل خود و یا به خیش قوم خور خورخونده نشان بدن که ما به طفل خود قدر مصرف میکنیم و قدر سیریلاک‌های مختلف و ویتامین‌های مختلف و یا میگیریم، بسیار قوطی های مختلف هم میکشن و جور میکنن و میتن، این گپ خوب نیست. اینمی شولگکی که ما در خانه میکنیم، اینمی شرواگکی که میکنیم، اینمی کچالوگکی غریبانه که پشت قاشق میکنیم، اینمی بهترین غذاست. غذای طبیعی است، غذای ارزان است و از اینمی غذا باید در ابتدا استفاده شد. در ابتدا میشه که کیله را پشت قاشق بکنن، نرم برش دور بکنن باز بتن، تخمه برش جوش بتن، البته یک دقیقه اوره برش بتن، اینمی نانک ترکده که برش میگم، هیچ چیزی که نبود این نان و چای خواست، این همین نانه که برش ترکده بکنن سرش، اگه بوره منتازن یا نمیتن، آلخ میگن که طفلا را باید بوره و نمک از اما اول باید نتیم، طعم غذای طفلا باید مطابق طعم خود جور نکنیم، یکی از زیاد نمک میخوره، یکی مرش زیاد میخوره، یکی کم نمک میخوره، کوشش بکنیم که از اما اول نمک و بوره برشان نتیم، اما تا مختشان بکنیم. اینمی غذای غریبانه بهترین غذاست، همی غذا را باید بتن. و یک چیز آخر میخوایم دکتر صاحب بپرسم که فواید شیردهی برای مادر چی فایده داره و خیلی کوتاه برام بتی نمیره؟ از سرطان های سینه جلوگیری میکنه، از سرطان های تخمدان جلوگیری میکنه، وزن اضافی که در جریان حاملگی تقریبا 8 تا 12 کیلو گرفته او را پس کم میکنه، از امراض قلبی جلوگیری میکنه و یک متد بسیار خوب است که وقفه بین ولادت ها را ایجاد میکنه و دیگه ارزان است و آسان است. واقعا بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. شما زنده باشین. واقعا خیلی یک بحث خیلی خوب بود و مطمئن هستم کسایی که معلومات نداشتن بر معلوماتشون اضافه شدن و انشالله که بعد از این فواید شیردهی را بفهمن و درست طفل خدا را شیردهی کنن. بله، و در این قسمت برنامه هم یک وقفه داریم، بعد از وقفه برمیگردیم با بخش های دیگه برنامه. خوش اومدین عزیزا، ادامه شام یک هست و در این بخش برنامه همچنان مهمان داریم، اما اول رحمت جان بریم سراغ فردوس جان ببینیم کار فردوس جان تا کجا رسیده. فردوس جان زیاد مصروف هستی، حتما که گفتم دیگر نزدیک است به آماده شدن. انشالله چند دقیقه دیگه طول میکشه که بخیر. به خاطر که شما گرسنه هستین، ما مجله میکنم فردوس. نیک خام نکشی آره. نه خام نمیکش. دیروز بسیار تعریف کردیم از دستپختتان که امروز نشه که ما پس همون نمره را مطلب آمیانه می تعریفی ده تاریکی نشی. نه نه همون تا که نمره دادم میریم، شاید خدای نخواسته روز نبیه که باز یک نمره کم کنیم، یک پایین کم شد. نخواد آمد انشالله.
و در این بخش برنامه هم مهمان داریم که شان ورزشکار هستند، خالد اوتک، قهرمان مبارزات آزاد. خوش آمدید میگیم شان، خوش آمدید به برنامه. برنامه خداوند، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید همکارتان، به تمام دستندرکای تلویزیون یک، به تمام ملت افغانستان سلامت باشین. تشکر، بخیر باشین. خب در نخست میخواییم که اول خودتان مبارک ایدی گذاشتیتان، انشالله که به خوبی خوشی سپری کرده باشین و کمی بیشتر درباره خودتان بر ما معلومات بدین. نام محمد خالد اوتک است، رشته اساسی ما وشو میباشه. از ابتدای کار ما وشو را آغاز کردیم، در حدود 15-16 سال میشه ما وشو تمرین میکنم. خوشبختانه 12 دانه مدال خارجی دارم، ستارهای جهان، جهانی و المپیک آسیا و دیگرایشم مسابقات بین‌المللی هست، از جام پارس ایران و به می شکل سیف گیم 2016 از هند. خوشبختانه 2 تا طلا دارم، 4 تا نقره دارم، دیگرایش برنز است. ماشاءالله ماشاءالله، یعنی قهرمانی کردین همیشه. خواهش میکنم. این تمام مدالاتی که شما گرفتین از رشته وشو بود؟ بله، چی از مبارزات آزاد؟ نه خیر، از وشو میباشه. ما اولین مسابقه می در تلویزیون یک شبید شب قهرمانان، بله، بود. اولین گامی بود که ما به این روی آوردم که خوشبختانه مثبت بود. خب خوشبختانه که موفق شدین و قهرمانی هم داشتین. اما سوال بر من در اینجا خلق شد که بیننده هم شاید این فکر باشن که چی باعث شد که شما بیاین در مبارزات آزاد و آیا دلیل خاصی وجود داره یا او شهرتی را که میخواستین که به دست بیارین از او بازی نمیشد یا علاقمندای او شو در افغانستان کمتر از دلیلی که به مبارزات آزاد آمدین چی بود یا کدام کس هدف دارین که به امرایش مسابقه بتین تارگت کرده باشین؟ هدفتان تنها و تنها یک نفر است که با مو نفر گفته هم او وقتهای تفلیت هم کارهای هم میگه ولی اگر بانم با کدام نفر خمی قسم تصمیم نداره. والا خوشبختانه ما توهین به دیگه ورزشکارا نشه. ما می موضوع چلنج بازی اصلا خوشم هم نمیه. اما یک اصل است در ورزش. خب کسی باز اگر چلنج داد باز ما براش انشالله لبیک میگم، ولی ما شخصا خودم تو تارگیت کس را قرار ندادیم. میخوایم که دمتو که دوشو ما موفق بودیم، نمیرشتیم که گام ماندیم و پای ماندیم، بخیر موفق خدا احساس بکنم با ورزشکاران خارجی. ما بسیار میادین خارجی را دیدیم، هم آسیایی هم جهانی هم ستاره جان. برای تمام دوستان معلوم است مسابقات آماتور به شکلی است که قرعه میفته، جدول از قرعه میفته. یکی تو با قهرمان جهان میفتی، یکی با تو با بهترین جهان میفتی، واس او به او بر تو گفتن نمیتونه یعنی تو پاش از جدول، یعنی مثلا ما با یک ضعیف بفتیم اومده گرفتیم اونجا تاله وقت است دیگه. ما یعنی با بهترین ها مسابقه کردیم، امیقدر مدال ها هم که آوردیم اصطلاحی هم از دان اشدار ما مدال گرفتیم، به کشور خود از چین مدال گرفتن بسیار مشکل است، از ایران مدال گرفتن. هر فوال فعلا در امی وشو چین و ایران میزنه، ولی خوشبختانه ما از اونجا دستاورد خیلی خوب داشتیم. و با سوال شما میایم بخیر که چرا ما آمدم به پروفشنال. ما در آماتور خودم موفق احساس کردم، زیاد زحمت کشیدم. آماتور به دیگه ورزشکارای ما شاید تایید گپ مرا تایید بکنن، یعنی اوقدر هر قدر که زحمت بکشی یعنی از خود زحمت بکشی، تمام مصارف، تمام خرج، تمام چیز، همین فامیل است، همین دوست هست، همین اقارب است، فقط پول یک ما 1000 افغانی است دیگه. تام باید از افغانی شما برتان معلوم است که مدال آوردن از جهان مشکل است، اصلا هیچ امکان نداره دیگه. من دیمی به خاطر از یامم کم از محبوبیت ما میسداد خدا به نمایش بتم و هم شهرت خدا و هم بتونم که موفق خدا احساس بکنم با ورزشکار خارجی و داخلی همچنان. آها بسیار خوب. و هوتک صاحب، در مسابقاتی که داشتین MMA شما توانستین که حریف خود را توسط نکاوت شکست بدین و کم بیشتر میشه از مسابقات بر ما بگوین، از جریان مسابقات، از اینکه اول کدام دلهره داشتین یا کنه یا متک رفتین دیگه بسیار قوی ظاهر شدین گفتین از من شکستش میدم؟ نه والا واقعیت همی داخل کیت شدن، داخل قفس شدن بسیار، ما چون تجربه دارم رنگ وشو تا رنگ MMA بسیار فرق میکنه، زمین تا آسمان فرق میکنه. در آماتور میتونی که بگریزی، مثلا میتونی که 10 ثانیه 20 ثانیه را
وقت با وقت زایی بکنی ولی دائمی نمیشه کدام طرف بگریزی مجبور از سر جال خود پال پردی دیگه بگیم با تسلیم هستم چند بار تال خود تام گریزم کدی حتما دیگه در مسابقات آماتور من نمره که همیشه بالا میباشه خود سیو میکنم عریب که سر معامله میکنه با حرکات که مثلا او تحریک شد من عقب نشینی تکنیکی میکنم طبعا نمیشه دیگه ولی دائمی به این شکل نیست دیگه وقت بسیار دلهوره داشتم استرس به خاطر ازی داشته که مسئله آبرو عزت بود ما 12 دارم مدال خود در یک ترازو مانده بودم ولی این مسابقه در دیگر ترازو اگر خدای نخواستم هم میباختم شاید برای دیگر ورزشکارا سوال خلق میشید که من مدال ازی هم زیر سوال میرم خدای نخواستم ولی من خیلی زحمت کشیده بودم در حدود 3 ماه با برادر بزرگ محمد پرویز اوتک خداوند خیرش بده رولا محمدی استادای ما استاد سید احسان جمشید اینا و یک استادم در امریکا است خداوند او را عزت بده اونا همیشه مرا مشوره میدادن که چی باید بکنی روی زمین زیاد کار بکنی معمولا همی ایرانی ها که دست چپ راست خود میشناسن پالوانی میرن نمی پالوانی ما واقعیت عریف هم دیدم که گوشش میده میده بود اولش که فیس آف کردم ما گفتم 100% پالوان است خوشبختانه من روی پالوانی زیاد کار کرده بودم دست پای خود مشکل نداشتم دیگه به خدا شکر که نکات برابر شد دیگه خوب است امی مبارزات آزاد وقتی داخل قفس می باشی بازی بسیار مشکل است و هر عریف هم می خواهد که برنده شد و طبعا که اونا هم امادگی 100% داشته می باشند شما چی گونه یافتین امی میدان مسابقه را که در آینده بخیر با کی فایت کنین یا هم داخل قفس بازی انجام بتین و امی بازی آسان است سخت است مشکل است از نظر خودت چی نوع ارزیابی میکنی؟ اگر چون اولین مسابقه دید بله یا ولی اگر آمادگی خاص داشته باشی خیلی خوب است خیلی ساده است هدفم تصمیم بعدی هم وجود داره که بخیر مسابقه صد در صد چون ما به می علاقمندی زیاد به این مبارزات آزاد آمدیم نمیتونم با یک مسابقه ما عقب نشینی بکنم میرم بخیر پیش میرم دیگر هم برش گفته میتونم که سخت است هم برش گفته میتونم آسان است چون دستکش بسیار نازک است فقط یک سعی یک دکه که برسید گفته اصطلاحی هم روان تکنه دیگه بچه ها کنشکا جان وقت در طفلیت ما ساتری میکردیم توشله برد میکردیم یا چهار مغز برد میکردیم باز یک نفر که بازی را میبرد باز میگفت من دیگه نمیکنم بازی بسیار دیگه درد داشت باز ما او را میگفتیم که دیگه کتی بازی نمیکنیم این که ببره دیگه باز مسابقه یا هم میدان ترک میکنه این بسیار زور داره من گفتم آن نشه که یک مسابقه رو بردن بگیم که من دیگه نمیدیم از ما نشه بگیده نه انشالله یک برد بکل زندگی بس ما زدتر خونه است نه 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 خیر تو نیست خب بسیار خوب در سازمان OFC هستین اگر دوست داشته باشین در یک از سازمان های بیرونی فایت کنین کدام سازمان میخواین باشه؟ والا سازمان بریب خوب سازمان است سازمان ACA خوب سازمان است این سازمان هایی است که بلند است اگر مثلا اونجا بر ما پیشنهاد شوه یا مثلا ما پیشنهاد کنم درخواست ما کانفرم شوه والا ما خیلی علاقه مند هستم که مسابقه باتم در اون و دوست دارین کی باشه در مقابل سان عریفتان؟ والا ما مشخص نمی کنم ما پیشتر هم گفتم گفتم ما عریفم از خارجی یا از کسای دوست دارین از خارجی ها از کشور کی خوب در مبارزات و آزاد خوب می درخشه از نظر خودتان علاقمند کی هسته؟ والا در داخل نام خدا بچه ها خوب می درخشن تمامشان نور چشم هستن ما تو مشخص نامشان را نمی گیریم که اگر یکی را بگیم دیگه ما خفه می شن دیگه ما تمامشان تاج سر ما هستن تمامشان قهرمان های هستن اونا تمامش زحمت می کشن که ما به خاطر افغانستان یک دستاورد خوب داشته باشم بایرق افغانستان هم تو سربلند داشته باشیم هدف کل ورزشکارا به این شکل است از ما شخصا خواهم این رقم است ولی تو ما مشخص نمی سازم دیگه نام خدا کلش خوب می درخشه انشاءالله موفق و سربلند باشن کلش هم دو برنامه که گذشت ما دو بازیکن یا هم دو ورزشکار از مبارزات آزاد با خود داشتیم بلد. یکی دیگر را چلنج کردن از طریق برنامه و صحبتهایشان هم تا حد محکم زشت شد و ما نظری نداشتیم تنها ما برشان خلاصگیری هم نکردیم نه دیگه ما خوش هستیم که بیننده باشیم نظرتان در این مورد چی است فارقی صاحب شب گذشته یکی از هموطنهای ما را چلنج کردن آخوندزاده صاحب و آخوندزاده صاحب هم رد کردن گفتن که اونا اصلا به سطح من نیستن که همراهشان مسابقه داشته باشم در این مورد شما چی گفتنی دارین شما زنده باشین اگر شب گذشته ما
صحبت های استاد واسی را شنیدم، بسیار اگر به دقیق زدن گفتن اگر مثلا کسی خود قهرمان میگه، قهرمان خطاب میکنه، ما شخصا خودم خود قهرمان خطاب نمیکنم. کسی که خود قهرمان خطاب میکنه در هر وزنی که هست، یکی مثلا هر کسی که برای چلنج میته یعنی ریکاردش باش برابری میکنه دیگه، باید لبک بگویه این مهم مشکل نداره که مثلا ما در خارج مسابقه کردیم، در داخل مسابقه کردیم، باید استعداد خودت آزمایش بده. که عظیمی گپکایت معلوم شد که آخوندزاده صاحب کار خوب نکرده که رد کرده. نه والا نه، ما آخوندزاده صاحب از ما قهرمان ماست دیگه، زحمت کشیده. بله زحمت کشیده، هر کس که دیگه تو یک جای میرسه مفت نمیرسه واقعیت. ولی فاروقی صاحب هم زحمت کشیده، اونا هم ورزشکار هستن. کوئی چلنج بازی گفتی خود در اول که گفتی یک اصل است، بخصوص در رشته امی امریکارد که برابری کرد دیگه، مشکل داخل خارجی نداره دیگه. خب باید و بعد مختانه که این رقابت ها در بیشترین بخش ها زیاد شده و رقابت سالم خوب است و کل مردم حالا میگه مهم همین است که ورزشکار در مقابل ورزشکار نباید اقدامان شد و نباید دشمنی بکنه، اما یک اصل است، یک رقابت سالم است. رقابت در میدان رقابت وقتی میرین ببینین، وقتی حریفتان به زمین میفته شما کوشش میکنین که او را دوباره نجات بدین، یک اخلاق خوب ورزشکار است و ورزش پیام صلح داره. ما خوش هستیم که در کشور ما ورزشکار در ابتدا که اگر اخلاق نداشت، اگر آسمانم که تلگت بزند بازم در شرایط فعلی همین خوشی هایی که ما داریم تنها ورزش است که ما را خوش می‌کنه. امید هم هموطنان ما بنی است که در مسابقات جهانی بازی میکنیم، کرکت ما، فوتبال ما، ورزش های بخشی ملی، ورزشکارهای ما در خارج از کشور وقتی مسابقه میتن کل بسیار خوش میباشه. دقیقاً دقیقاً رحمت جان، تمام ورزشکارهای ما نور چشم ماست و ما افتخار میکنیم که شما را داریم، مثل شما دیگه ورزشکارا را داریم. ان شاء الله همیشه موفق باشین. شما زنده باشین. از لحظه که برنده شدین، از لحظه که یک خوشی داشتین در قلبتان و فکرام نمیکردین که برنده شوین، از اون لحظه بر ما بگوین. والا فکر میکردم، بخاطر از اینکه ما 3 ماه اینقدر تمرین کرده بودم که صبح چاش دیگر، حتی پدر مادر امروی خسته شده بودن، پدر بیچاره که از وظیفه دیگر، یقین داشتی که برنده میشی؟ بله، از وظیفه که دیگر میامد این بک سر شالین بود دیگه، پا بچه کجا بگفتم تمرین باز کلگک میزد. خب باز شو خوشبختاره من محاصل زحمات خود گرفتم، واقعا بسیار داد خوشحال بودم. یک بدبخی در کجا بود که بسیار هوا گرم بود، اینقدر هوا گرم بود که احساس خستگی زیاد میکردم دیگه. وقتی که ما برنده شدیم دیگه اصلا سر و پای خود همش بابیدم که آیا گفته خود شما این واقعیت داره نداره، تا که فیلم خودم سیل کرده گفتم نه واقعیت داره. وقتی که فیلم دیگه باور کردی که واقعا برنده شدیم. البته ده شب آخره که ما استراحت میشدم، بعد ده شب برای مسابقه مانده بود، هر شب این خواهی گوناگون، چون به اون فکر خواه میکردم، یک شب برد خواه میدم، یک شب باخت، یک شب برد. خیانه اسرام نبوده که دقیقا میخواستین که باید، یعنی در این فکر بودین که حتما میبرین؟ باختم در نظر تان بوده؟ باخت در نظر بود، برای باخت تا در نظر نگیری نمیبری. کتک صاحب خودتان چند کیلو وزن داریم؟ در حالت عادی 76 کیلو، 78 کیلو هستم. ما یک چند کیلو وزنم از شما کده زیادتر است. اگر ما قرار باشد وزن خودتان امرایتان مسابقه کنم، حاضر هستین؟ 100%. یعنی چلنج میپذیری؟ نصرت آخوندزاده مرا گفت که بیادر خود برنده هستی ما برده. نه، تو مفت نمیشه برنده، ما دیوان بازم بکنیم. یعنی تو خوشیم میاد که این حالک به کسایی که مثل خودت ورزشکار هستن، مسلکی هستن، اونا رو چلنج کنیم. من خود بیچاره دیگه طالب نه خوش چلنج از طرف خواهد هست. تو مرا چلنج میتی و قبول نگه. تو دیگه اگان تو آدم اکای، تو اگان تو آدم اکای آجیز همه وار میبینی فامیدی. زود قبول میکنه رحمت جان که چلنج کمی. با احترام به همه محترم عزیز ما که در بخش قصابی کار میکنن، قصاب هستن، کدام تفلک، کدام کس بیادرک جنگ کرد که رفت گفت بیا که ما معلوم کنم که رفت دید که قصاب مصروف همین بریدن گوشت است، از این دور که دید گفت همیست، گفت ها، گفت بچه این مورا زورم نمیرسه اگه این نفر دیگه از که برم چپش کنم. حالا این تو نشه که تو مرا چلنج ما قبول میکنی، از ورزشکارا رو باید قبول کنی. 100%، ما را خدمت هستم. اتاق سپی یک شوخی بود، امید داریم جدی نگیرین شوخی های ما را. شما کل ورزشکارای ما محترم هستن و کل تان دوست دارم، افتخار ما هستی کل تان. امی شما هستین که ورزشکار محترم ایسازین، امی شما هستین که تشویق میکنین. با خدا قسم است
ورزشکار از تشویق مادی که در برمانوی خیلی ضرورت داره. امی که ما مدال میگرفتیم می آمدیم از تیاره پاهم میشدیم، امی یک گل در دست ما داده میشد یا گل کردن با خدا فکر میکردیم خیلی اصل نیست ما هستیم دیگر. انشاءالله خودش یک انگیزه است بله. و فکر کنم رحمت جان یک آیلایت از مسابقات هوتکس های پاماده نشر است. میریم سراغش دوباره پس برمیگردیم. دیدی ویشو اتلا و دیدی ترسنگ میران دی ایران نه هیواد سکر. بله رسیدیم به فایت پنجمی و اولین فایت بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران. میکویچ خپل عریف دی او سایت کیک دیر خیسته او بک کیک او خالی که اوتا که جازه نور کوی او بله بله ماشاء الله فکر میکنم که پیدا کن میکیک میدل کیک بله گرد واقعا خالد اوتاک خالد اوتاک فینکم کوشش کوی خالد اوتاک دیاری نگانه کوی دیتا سو گره ایران بسیار آی کیک و بازی را یو دیر خیسته پیدا پای گرد بله 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 پیدا پای پیدا پای بله بله بازی تمام بله تمام شد بازی تمام کرد خالد دی بوکس بذاره بند مهران نکاوت کل رو او بسیار عالی و بسیار خوب تانستین که عریفتان شکست بدین او تکس های آل خوب باورتان شد ما خواستیم که امی لغتی که زدین بسیار بجا و قوی خورد. همین لحظه به یاد دارین که از اون تاکتیکایی که آموخته بودین یاد گرفتین یا اون تصادفی؟ نه والا تصادفی نیست. ما سرجی لگت 16 17 سال است تمرین میکنم. خوشبختانه همین لگتی هست که ما بسیار سرش رو هستم. همین لگت ما است که حریف زیاد زودتر آسیب میبینه. در وشو ما همیشه این لگت هم میزنم. کدام نامم داره از لحاظ مسلکی لگت؟ با زبان چینایی چون ورش ما وشو است سه چوا توی میگن. ولی به حساب کیک بوکس یا به حساب انگلیسی سایت کیک میگن از بغل زده میشه مستقیم خوب است بسیار خوب تشکر سلامت باشین شما زنده باشین تشکر از دعوتتون محبت کردین افتخار ماستین همه ایشان افتخار ماستین روان کمتون نکنه شما را سلامت باشین بازم بسیار زیاد خوش آمدین تشکر بسیار زیاد مقصد اوتاکس های بالم سر وقت است اگه کسی هدف دارین چلنج بتین نه ما کسی را چلنج تشکر اوتاکس های و مهمان مادری بخش آقای اوتاک بودن که در مبارزات آزاد قهرمان شدن در شب اولی از طریق تلویزیون یک نشر شد حالا هم یک وقفه کوتاه داریم بعد از وقفه برمیگردیم در ادامه برنامه با ما باشیم بازم خوش برگشتین عزیزای دل ادامه شام یک هست و باز هم مهماندار هستیم یک همکار فوق العاده خوبم در کنار ما هست بله. سلام علی جان سلام رحمت جان سلام کنشکا جان خوب هستی خوب هستین شما سلامت باشید من خواهم همیشه نام خدا تای تکرا بیشتر ورزشکار هستی دیگه ورزشکارا هم تو می باشه ورزشکارا کاملا از صبح که از خواب ما میخیزیم تا وقتی که خواب میشم همین تو همیشه سرحال شاداب می باشیم تو با چطور هم رایت آوردی علی جان توپ و فوتبال خویی دوست همیشگیم است خب همیشه خوم است همیشه توپ هم رایت میباشه همیشه تو من گاهی اوقات که شو میشه باز بر صبح فوتبال میباشه حتی میمرو در پالو خرخو میشم نمیجه دیگه خدا کنه همه تو باشه که ما تاییت عشق با ورزش ورزش واقعا حتی خود فوتبال چیزی است که برش آغشته شدی یک بار از اون اما اگر از من میشنوی علی جان عزیمه عشق عاشقی یک ذره بگذره یعنی تاثیرش همیست که وزنت کم است خب این عشق عاشقی باز متفاوت از نسبت به دیگه خب این صحیح است اگر این از عشق عاشقی گذشتی مثل ما رو نام خدا تفلک صحتمند هستیم این نام خدا ما خودم هم صحتمند هستیم همه قسم راضی هستیم خوش آمدید بگیم شما رو علی جان از شوخی ها میگذاریم دوستا چون به همکارهای ما همیشه در دفتر با هم که میباشیم باید شوخی ها داشته میباشیم در برنامه هم یکان وقت باز دیگه شوخی ها را ادامه میتیم دقیقاً فوتبالایی که در آینده در تلویزیون یک نشر میشه بخیر میشه در این مورد در مورد مسابقات با دوستا معلومات شریک بسازی
بله، تلویزیون یک خوشبختانه قرار است که بازی لالیگا و لیگ برتر انگلیس را که در فصل 2022 و 2023 برگزار میشد را قرار است در دستور پخش قرار بده و ما از تاریخ 15 اسد و 23 اسد بازی لیگ برتر انگلیس و لالیگا اسپانیا را خودم گزارش میتونم و بیننده‌های عزیزم میتونن بیننده باشن. خوب است. کنشکا جان ببخشید من یک سوال دارم، بعد از با سوال شما را میگیریم. مسابقه بیشتر اوقات در زمان نشر میشه که در افغانستان شب میباشه. شما تا مو وقت شب بیدار شیشته میباشین یا یگان چشم خواه میکنی باز میخیزی باز میکنی گول بازم گول اما قسم سرحال میباشی یا بیدار میشی باز؟ ناصر جون واقعیتش ما تقریبا یک ماه پیش مسابقات لیگ ملت‌های اروپا برگزار شد و ما بعضی شبها تا یک الی دو مسابقه هم می‌داشتم برای گزارش دادن و واقعا سخت بود ولی ما بر ما بسیار خوشایند بود. یعنی ما از ساعت 8 بجه الی 9 بجه شب که شروع می‌کردم به گزارش تا 1 بجه 2 بجه شب تا که خلاص می‌شد و بعد از اون هم من همینطور راحت خیلی راحت می‌بودم. بعضی می‌گفتن تو چقدر دو تا 90 دقیقه رو حالا گزارش میکنی؟ من میگفتم برای من بسیار یعنی زود میگذره، حدود 10 الی 20 دقیقه میگذره هر مسابقه برای خودم. دقیقاً. و رحمت جان که علی جان هفته دو شب قرار است در برنامه با ما خودت باشه و اخبار جالب و دیدنی از ورزش برای عزیزا داشته باشه. بله دوستان، از غواړم چې یو بل موضوع ته رڼا واچوم. هغه دا چې د شام یک پخبرونه کې موږ مختلف برخې لرو، دا چې څلور ورځې درې ورځې اختر او اختر نو وروسته موږ یو څه ځانګړي خبرونه درلودې. په هغه اساس موږ نه غوښتل چې د خبرونې ټولې برخې په خپل ځای راشي. موږ په راتلونکي خبرونه کې بیلابیل برخې لرو چې هغه به تاسو د خبرونې له لارې لیدونکي اوسئ. او علي جان هم زموږ هغه همکار دی چې د سپورت یا د ورزش په برخه کې به انشاءالله چې تاسو سره پونه ای که دو ورزی وی و هفته دو روز بعد از این بخیر در برنامه میایی. انشالله بخیر. قرار است هفته دو روز در برنامه باشم و در مورد مهمترین و جالبترین اخبار داخلی و خارجی صحبت داشته باشم. در کنار از او که یک روز دیگه هم هستم، قرار است در مورد ورزش هایی که حالا مردم کمتر با او آشنایی دارن در مورد او صحبت داشته باشم. و علی جان شاید خیلی علاقمند زیاد داشته باشی و میخواین بفهمن که خودت از کجا کار شروع کردی؟ بله، من کار ورزش را از زمین تلویزیون یک شروع کردم. حدود چند ماه پیش بود که برنامه گلبانگ روزای پنجشنبه سگمنت ورزشیش را من برای 15 الی 20 دقیقه پیش می‌بردم و مهمترین و جالبترین اخبارهای داخلی و خارجی را در قالب یک پکیج تصویری برای بیننده‌های عزیز نشر می‌کردیم. دقیقاً. علی جان، فردوس جان آشپزی داره، انشالله که از غذایی که فردوس جان آماده میکنه در آخر برنامه باز در استودیو باش حتما میخوریم. اما یک موضوع دیگه که خودت بگو که کدام تیم فوتبال خوش داری از تیمایی که هستن، باید طرفت بفهمیم بیادر ما. خب حالا برای یک گزارشگر ورزشی یا خبرنگار ورزشی کلا برای یک خبرنگار حالا به طرفی مهم است. خبرنگار نیستی، من و... یک انسان منایسی یک مهمان علاقه مند کدام؟ من کلا عاشق بازی فوتبال هستم. هر تیمی که حالا بهتر بازی کنه من طرفدارش هستم، ولی بیشتر حالا اگه بیننده عزیزم حالا میبینن من طرفدار تیم اس میلان در سری ایتالیا هستم. تیم ایتالیایی اس میلان است که رنگ لباسش هم مانند رنگ لباس خودت سرخ است و سیاه. کنشا جان خودت به کدام تیم علاقه داری یا زیاد ورزش نمیبینی؟ ریالی هستی یا هم ما ورزش خیلی کم میبینم اما ریال زیاد دوست دارم. خوب است. ریال هم یکی از بهترین تیمای کلن حالا جهان بگیریم به غیر از اروپا در جهان. واقعا تیم ریال مادرید هم یکی از بهترین هاست در کنار بارسلونا و چلسی و حالا تیمای دیگر. خوب است. انشالله که موفق و پیروز باشین و هفته دو روزان بخیر که بعد از در برنامه داره میتونه از جالبترین اتفاقات جهان ورزش ما را آگاه بسازین و خوش شدیم که امروز در برنامه آمدین و ناگفته نباید گذاشت که سه روز عید چطور گذشتاندین؟ بله سه روز عید من همراه با دوستان با فامیل کلا مصروف بودم. روز اول عید تلویزیون بودم، بعضی کارا بود. روز دوم و سومش کاملا در حالا عید گشتک و بعضی کارهای دیگه همراه با دوستا و فامیل بودم. اید گشته که دوران طفولیتت برای جالب بود یا از جوانی؟ واقعا دوران طفولیت دورانی است که هیچ وقت از یاد نمیره و گاهی اوقات ما خودمو که با خود فکر میکنیم میگم کاش که به دوران طفولیت برگردیم و واقعا یک دوران بسیار شیرین بود به خاطر که ما بی خبر بودیم از هر چیز و
ده روز 15 روز که بعید میموند آمادگی بعید را میگرفتیم و واقعا تا همیاله هم در یادم مانده. علی جان تو بتایم امیر مبر رحمت جان ما میخواستم یک چیز براتون بگم. خوب است بگو. علی جانم زیاد ورزش دوست است و خودت هم میتونین سر انگشتتون هم تو به چرخ بتین. ما کوشش میکنم اگر من نتونستم خیره، اما اگر علی جان نتونست دیگه هیچ وقت نبیا که یک گپ دیگه است جان ناصر جان. در فوتبال یکی فوتبالیست است یکی فریستایلر. یک فریستایلر میتونه بسیار حرکت های عجیب و غریب از خود به نمایش بگذاره، ولی نمیتونه مانند یک فوتبالیست فوتبال کنه. خیر و یک فوتبالیست خوب فریستایلر افغانستان یک شنام بگی. فریستایلر افغانستان یکی از برنامه عبدالله. بله و نمیفهم کجاست، چند سال شد ندیدیم عبدالله واقعا جانه. از اون ما هم احوال نداریم، ولی واقعا یکی از بهترین فریستایلر افغانستان است. ما خواهی نما قدرتان استون به هر خواهی ما خواهیش نمیتونم نظری سرکنی باش ناقال بیاب نشه. تشکر علی جان، سلامت زنده باشید. تشکر از که حالا در این بخش مرا به حیث مهمان دعوت کردین و انشالله در برنامه بعدی ما در خدمت شما و بیننده های عزیزم است. خوب است، چایی که برتان بنداخته میتونین استفاده کنین. انشالله در برنامه بعدی که آمدین چایم برتان خودتان پرتین، به خاطر که صاحب خانه میشی دیگه خوده. فعلا هم صاحب خانه هستم، مشکل نیست. خیلی چرا چای ما برنامه خود ما وقت ندادین شما. همکارام بل برق بیارین که الجان تعویض کنه. خب بر صورت فرداز جان کجا رسیده غذا؟ ما یک بار باید ببینم بوی همین غذا میایه، اما خودش فکر کنم زیاد گوش نشدی رحمت جان. بسیار گوش نشده. فرداز جان من بسیار زیاد گوش نشدم. در خدمت از رحمت جان. سلامت. تو به مان هستی، اگه بل برق تایل میکنی میتیم بده ناصرس باز ورزشگاره یک ذره زیادتر میخورن. اگه بل برق تایل نمیکنی صبح سودا را گرفته هم رای فردوس جان بیا آشپزی کنم. چند دقیقه دیگه طول میکشه انشالله که سر روغن بیا. تقریبا آماده است دیگه. بخیر آماده است؟ بله. چند دقیقه برنامه انشالله که مانده نیم ساعت دیگه هم با بیننده ها هستیم. ای که کدام مهمان ما چانس پیدا میکنه که بیایه غذا را نوشجان کنه که ما دیگه ما منتظر هستیم که میمونای بعدی برنامه کی است. و خودت خوب ببینید دا چیز گفتنی نداری امی لحظه فعلا خونه منتظر باشم. فردوس جان میگه شما بخورین مزهش تعریفین ببرن. بله. فردوس جان میگه مرا میگه چیزی که مرا بسیار زور میته وی است که می غذا را شما میخورین بینیندار اگر چقدر تعریف کنین شاید باورشان نشه که من قدس بخت خوب دارم. میگم من علاقه من به ایستم که می بینیندار هم در برنامه بیاین اشتراک کنن و این غذا را مزهش ببینن، ببینن که چه غذای خوشمزه آماده میکنم. یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه برمیگردیم در ادامه برنامه با ما باشین. در ادامه شام یک هستیم و تشکر از شماهایی که تا این دم بیننده برنامه زیبای شام یک بودین. در این بخش برنامه همچنان مهمان داره، مهمان خیلی عزیز، عزیز الله بارکزی، رئیس مرکز نمایشگاه افغانستان و همچنان رئیس تشکیلات شورای ژورنالیستان افغانستان را با خود داریم. سلام شبتان بخیر و خیلی خوش آمدین. سلام و شام شما هم بخیر. بسیار تشکر از اینکه دعوت کردین. سلامت باشین. دیر زیاده مننه په بخانی سره. هیله کوم دا اختر درې ورځې مو څنګه تیرې کړې؟ دا اختر مو څنګه او نظر تیرو اخترو سره توپیر درلوده کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. استاذ ندیره قدر کوم او استاذ عزت کوم چې تاسو د شام یک په خبرونه کې موږ دعوت کړي او دا د خوشحالي ځای دی چې پر دغه سی یو فضا باندې موږ او تاسو سکالې د لوی اختر تیر کړي او ول منزل سول. توپیر دغه دی چې نور اخترو کې لږ جنجالونه ډېر وي، ځکه چې خلک په تشویش کې وي چې آیا دغه اختر په امنیت کې تیریږي که نه. خو سکالې خلک ډېر په آرامۍ او واسدګۍ سره خپل اختر ول منزل او خلک ډېر خوشاله و چې د افغانستان امارت اسلامي تر چتر لاندې په ټول افغانستان کې د لوی اختر او د قربانۍ لوی عظیم یو نتیجه دغه دی چې په امنیت کې باید ترسره شي.
ځکه چې خلک ډیر په تشویش کې په نور 13 دوره کې خلک ډیر په جنجال کې و چې آیا دغه اختر هم دغه ستریج کنه والحمدلله ډیر د خوشحالي ځای چې ښه اختر تیر سو او تاسو دې مبارک وي البته تیر سو اختر نو یو ورځ د اختر نو تیر سو سلامت باشین و عید شما همچنان مبارک طاعات عباداتتان قبول قربانی که کردین به درگاه حق قبول و مقبول شده باشه و بارکزای صاحب قرار است که در آینده نزدیک شما یک نمایشگاهی از تجهیزات طبی و ادویجات برگزار کنید میشه کمی بیشتر دربارش بر ما بگوید بسیار تشکر قرار است که نخستین نمایشگاه دوا تجهیزات طبی و محصولات صحی با همکاری اداره ملی دوا و غذا که یک اداره معتبر دولتی است از سوی مرکز نمایشگاه افغانستان راه اندازی شود در کل تمام شرکت های ادویه که در افغانستان فعالیت دارند البته چی در بخش تولیدی و چی در بخش توریدی همتو تجهیزات طبی که امروز در افغانستان از او استفاده میشه این نمایشگاه برگزار میشه و هدف اصلی نمایشگاهی است که ما چطور بتانیم از ظرفیت و کیفیت همو دواهایی که فعلا در افغانستان تولید میشه و دواهایی که تورید از کشورهای بیرونی میه چه تفاوتایی وجود داره هر فردی وطن من فکر میکنم نیاز داره تا ای که یک پاکت دواره یا یک قوطی دواره زمانی که میخره این باید معلومات کلی در مورد از او داشته باشه یا ای که یک شخص میره در یک لابراتوار یک تست انجام میده ولی این شخص نمیفهمه که آیا امی ماشین در افغانستان کارایی از ایره داره که می تست انجام بده آیا مو ریزلت از او درست است یا نادرست است فضایی که بر ازی آماده شده این درست است یا نادرست است در کل هدف اصلی برگزاری نمایشگاه می است که آگاهی دهی بر مردم که چطور می توانیم ما شما از دواها استفاده کنیم چطور می توانیم یک تست خود دقیق درست بفهمیم که آیا می تست واقعا در افغانستان یا در مو جایی که انجام داده دقیق است یا خیر به همین ملحوظ ما با اداره ملی دوا و غذا یک جا نخستین نمایشگاه دوا و تجهیزات طبی و محصولات صحی که محصولات صحی شامل بخش های مختلف است که روغن است، مایع ظرفشویی است، بعضی موضوعات دیگه است که اینا هم باید صحی باشند. سر از این کار میکنیم و این نمایشگاه انشالله به زودی برگزار میشه و ما دقیقا بیشتر از دو ماه شد که سر از این کار میکنیم. هدف اصلی ما آگاهی دهی بر مردم است که چطور مردم باید خودش به دنبال از این کار باشند، چطور همی دواهایی که اینا استفاده میکنند. در حقیقت دوای درست است یا نادرست متاسفانه که در افغانستان حال ما میبینیم که دواهای هست که البته از لحاظ کیفیت شاید بررسی شه و شاید هم بررسی نشه مشکلات به وجود آورده ما در کل در تمام افغانستان 84 کمپانی تولیدی داریم که این 84 کمپانی در کل دواهای تولید داخلی است ولی متاسفانه هر نسخه دکتر اگر شما مطالعه بکنین یک قلم هم شاید تولید وطن ده اون نباشه اگر باشه شاید از ده بسیار کم از کمپانی ها باشه این ضرور است که ما به سرمایه های ملی خود ارزش قائل شویم 84 کمپانی بدون شک سرمایه گذاری کردن سرمایه گذاری که در بخش صحت میشه سرمایه گذاری انگفتی است اگر ما توجه به این نکنیم من فکر میکنم که این سرمایه ها آهسته آهسته به رکود مواجه میشه و ناگزیر هستند که دروازه ایزی را بسته بکنن به قلت دوام ما شاید مواجه شویم ولی خوشبختانه که دولت سرزی کار میکنه اداره ملی دوا و غذا هم به این فرصت داده که تا بیشتر توجه به تولیدات داخلی باشه دقیقا و یک سوال داشتم ببخشی رحمت جان گپ میزدی قبلا خودتان اشاره کردین که دکتر صایبای ما در نسخه هایشان همیشه دواهایی که از خارج از کشور عرضه میشه نوشته میکنن آیا و اونا میگن همیشه که کیفیت مثال دوای ترکی و هندی بالاتر است آیا دواهای افغانی هم کیفیتش خوبتر است یا که اونا به خاطر از اینکه منافع خودشان بیشتر باشه و دواها رو در نسخه هایشان نشته میکنن بدون شک من فکر میکنم که تا هنوز هیچ رسانه شاید هم باشه خب دقیق ما تا هنوز نشنیدیم که هیچ رسانه سر تولیدات داخلی و کیفیت دوای افغانی کار کرده باشه و یک دکتر صاحبه در کنارش باشه از او پرسان بکنه که چه دلیل باعث ازی شده که شما در نسخه تان از دوای خارجی استفاده میکنید آیا 84 کمپانی که اینجا تولید داره این 84 کمپانی اصلا ظرفیت نداره بدون شک ظرفیت داره تقریبا دو ماه شخص خود ما به کمپانی ها میرم و اینا رو سروی میکنم شما باور بکنین که مالکان این کمپانی ها در کل اینا شکایت دارن که
اگر هر کمپانی که در خارج از کشور است بیاین در کنار دوای ما را تست بکنن، اگر کیفیتش 0.5% هم پایین بود ما معمول از دروازه مو شرکت خود بسته میکنیم. ولی متاسفانه یده از دکتر صاحبا است که در کمیشن کاری دست دارن، کمپانی های توریدی هستند، میره بر از اونا پیشنهاد میکنن که شما دوای ما را مصرف بکنین اینقدر فیصدی براتون میتونه. در حقیقت یک جفا است، هم در حق خودش جفا است، هم در حق ملت جفا است و هم در حق او سرمایه داری که به خاطر رفاه مردم یک شرکت تنظیم میکنه، ترتیب میکنه و یک دوای با کیفیت تنظیم میکنه، او به مصرف نمیرسه. شما شاید هستین نسخه را، هر نسخه که ای کاش ما یک دو سه نسخه را میاردیم شما دو میدیدیم. موضوع را خوب است که اشاره کردین شما، ما هم باید روی ایزی موضوع روشنی بپردازیم چون این مسئولیت تا حد برگشت به ما. شما گفتین که مطبوعات نقشش ادا نکرده. ببینین کمپانی های دوایی که در افغانستان فعلا کار میکنن، تولید بسیار زیاد دارن، فروشات بسیار زیاد دارن و یک عاید خوب از این طریق دارن. اونا یک بخش مهمی که سرمایه گذاری است که مطبوعات افغانستان هم داخلی است، میتونن که از برنامه‌ای که مخصوص در مورد طبابت یا هم دوا کار میکنن در اوجه باید سهم داشته باشن و یا این اتحادی که است و همی دواهایی که تولید میشه خوب است که برنامه ها را اسپانسر کنن و کار کنن، هم خورما هم ثواب هم به نحو اینام تولیدات داخلی را حمایه کردن و منفعتشان آمده دوباره به می کشور و هم دوایشان به مردم معرفی کردن و مردم هم قناعتش حاصل شده که ما دوای خوب داریم. چند قبل در موسم سرما ما یک شربت تولید خود کشور استفاده کردم، در قسمت پایینش نشته بود که ساخت افغانستان. شما باور کنین که بار دوم ضرورت نشد که من استفاده کنم، اینقدر کیفیت با کیفیت بوده. 100% من موافق هستم. خوب است که بازاریابی کنن اونام، چون که اگر بازاریابی نکنن و در این بخش که یک بخش مهم سرمایه گذاری است طبعاً که دقیقاً و رحمت جان این ذهنیت خراب که برای مردم خلق شده و میگه کیفیت خوب نداره، خیلی کسا شاید دست داشته باشن که تبلیغات کنن دوای افغانستان کیفیت خوب نداره و بر مردم بله. خیلی خوب میشه که ما دوا را معرفی کنیم و کیفیتش بگوین و مردم از طریق پرده تلویزیون ببینن بدون شک. و میتونین از اینجا بگوین که با آقای رحمت موافق هستم، ما دو واژه داریم که یک ساخت است یک تولید. این از هم بسیار تفاوت داره. ساخت به این معناست که زیربنا باید ساخته شود، ولی تولید به این معناست که بعد از ساخت ما وسایل میاریم، بعد از او همون پروداکت یا همون تولید خود به بازار عرضه میکنیم. متاسفانه که در افغانستان این واژه همون تو کاملا ناتعریف است و موضوعی که رحمت جان اشاره کردن که هر رسانه بدون شک نیاز مالی ضرورت داره و هر کمپانی میتونه که اینا را حمایت بکنه، ولی یک بخش بسیار مهم رسانه بخش مارکتینگ است که بخش مارکتینگ باید در یارسه بسیار فعال باشه. پیش از اینکه ما براشون بگیم خود از اونا باید این کمپانی را باش شناخت داشته باشن، سروی بکنن، همراه از اونا بشینن. ما در بخشای بعدی برنامه شام یک تازه آغاز شده، ما بخشای داریم که مختص به تولیدات افغانی که اگر او دوا باشه در بخش طبابت جدا بخشای داریم و خوب است که ما هم سهم خود داشته باشیم و حتی با مراعاتی که اونا میخوان برشان داشته باشیم، چون تولید کشور می خوایم رشد بدیم. اگر اونا علاقمندی دارن انشالله که در آینده ما میخواییم هم شخصا من حیث یک شهروند در کنار شما هستم، هر برنامه که در بخش طبابت باشه در بخش تولیدات باشه هزار آدرسی که شما خواسته باشین من دوستان رو براتون معرفی میکنم و همراهشان صحبت میکنم. خب اما یک اصطلاحی هم داره کم ما و کرم شما، اما کرم از اونا رو بپذیرین و گذشته ها ما شاهد هستیم که نام خدا پول زیاد بود و چیزی که سر ماست گفتیم که انشاءالله هم کاری میکنیم. حتما ما هم در کنار شما هستیم. خوب است، سلامت باشین. و بارکزای صاحب، امین نمایشگاه هایی که در افغانستان برگزار میشه چقدر میتونه بر اقتصاد کشور ما اهمیت خوب داشته باشه و چقدر میتونه که اقتصاد کشور ما را بلند ببره؟ بدون شک تعریف نمایشگاه در افغانستان تا هنوز نهادینه نشده. در افغانستان یگانه چیزی که تعریف نشده باقی مانده و به خاطر اقتصاد افغانستان و به خاطر رشد بهبود اقتصاد افغانستان بیشتر سرش کار شده و امین نمایشگاه ها است. نمایشگاه در افغانستان به مفهوم خرید فروش گرفته میشه. شما شاید هستین، شاید هم رفته باشین در بعضی از نمایشگاه ها که در افغانستان برگزار میشه. متاسفانه که
خرید فروش صورت میگیره، در حقیقت تعریف نمایشگاه نیست. تعریف نمایشگاه بلند بردن سطح کیفیت و معرفی تولیدات یک کشور به کشورهای دیگه است. ما چطور میتونیم از طریق نمایشگاه ارتباطات و روابط خود بیشتر از پیش محکم بسازیم؟ تعریف نمایشگاهی است. تعریف این نمایشگاه این است که ما یک تولید داریم، بیایم او را به نمایش بگذاریم و یک شهروندی که اونجا میه 100 افغانی یا 500 افغانی یا 1000 افغانی از او خرید فروش بکنه. خرید فروش به مفهوم بازار است. بازار به مفهوم عام است که عام مردم میتونه در دکان ها، در سوپرمارکت ها خرید فروش بکنه. ولی تعریف نمایشگاه ها من فکر میکنم در کل به مفهوم حمایت از اقتصاد یک کشور است. شما اگر به کشورهای بیرونی سفر کردین، حتما سفر کردین، در نمایشگاه وقتی که شما اشتراک میکنین، امو وزیرش یا امو کسایی که مرتبط به می کار است، اونا به نحو اصطلاحی هم میگیم که یک تیم میتن به خاطر صنعت خود، که میگن ما اینو تو یک صنعت داریم در کشور خود، ما اینو تو یک تولید داریم در کشور خود. مثلا فعلا می یخشال که اینجا هست، من فکر میکنم شاید یک از یک کمپانی باشه. بله. اونمو کمپانی هیچگاه به هیچ عنوان اتا 100 دانه یخشال هم که از نمایشگاه بخوای بر شما نمیفروشه. به خاطر چی؟ که او میخواد برندینگ بکنه، او میخواد ایمیج سازی بکنه یا تصویر سازی بکنه. به خاطر چی تصویر سازی میکنه؟ که ما ارتباط بگیریم با کشورهای دیگه، با کشورهای دیگه در یک دید بسیار بزرگ به کشور ما نگاه بکنه. ولی در افغانستان وقتی نمایشگاه برگزار میشه، شما برین شاید یک قوطی گوگرد هم اینا بفروشه. ولی متاسفانه کی تعریف نمایشگاه نیست. مرکز نمایشگاه افغانستان یگانه مرکزی است که در افغانستان جواز رسمی به خاطر برگزاری نمایشگاه داره و محوطه نمایشگاه به خاطر این نمایشگاه ساخته شده. غرفه هایی که در داخل نمایشگاه است، این غرفه ها استاندارد است به خاطر برگزاری نمایشگاه است و ما اجازه خرید فروش به هیچ کس نداریم. زمانی که نمایشگاه برگزار میشه، نخستین چیزی که برای کسایی که اونجا اشتراک میکنه این خوب است که اونا یک پرزنتر خوب یا یک کسی که صحبت میکنه با یک مشتری، اینا باید یک پرزنتر خوب در پشت امو کانتر خود داشته باشن. زمانی که یک کسی امو تولید خود قسم برای از اینا معرفی کنن که اونا علاقمندی نشان بدن. ولی در افغانستان وقتی که شما برین فقط دو کلمه براتون میگه و او هم دو کلمه شاید یا بروشر خود براتون بده یا یک دانه قلم برتون تحفه بده، ولی سر ارتباط بعدی صحبت نمیکنه، سر مارکتینگ بعدی صحبت نمیکنه، سر جلسات بعدی صحبت نمیشه. ارتباطات جزء بسیار مهمی از زندگی هر انسان است که هر انسان نیاز داره که ارتباطات خود اولو در داخل کشور باشه یا بیرون از کشور باشه باید داشته باشه، بخصوص با کسایی که در عرصه تجارت فعالیت میکنن. من فکر میکنم که آیسا ایسا نقش رسانه هم دهی خیلی مهم است و رسانه هم نقش خود میتونه داشته باشه، دیدگاه مردم تغییر بتن، دیدگاه صاحب نظرها را بگیرن که چطور میتونه یک نمایشگاه در قسمت حمایت از اقتصاد یک کشور نقش بسیار مهم و اساسی را داشته باشه. فعلا همین نمایشگاهی که ما پیش رو داریم، ما نه تنها سر تولیدات داخلی بل سر تولیدات خارجی که امروز در افغانستان به مصرف میرسه، در حقیقت دو سه تعریف داره. زمانی که ما شما یک کمپانی را میخواییم از یک کشور دیگر بریم، دو چیز برمیگرده برای خود ما که ابتدا اعتماد ما شما است. اگر ما اعتماد نداشته باشیم، هیچگاه یک کمپانی بزرگ بر ما اعتماد نمیکنه و ما نمیشناسه. و موضوع دوم اقتصاد است، سرمایه از او است. سرمایه های ملی است که ما امروز میریم از کشور هندوستان یا کشور ترکیه یک کمپانی رو با سرمایه خود میریم. در حقیقت امو هم سرمایه ملی از وطن گفته میشه. هر فردی وطن مسئولیت داره که با یک کمپانی مواجه میشه، از او کمپانی باید حمایت بکنه و از او کمپانی باید به دیگرا برسونه و در مورد بد نزونه باید صحبت شه. این مسئولیت هر کدام ما است که من شخصا بازم از رسانه ها سپاسگزاری میکنم، از شما، از شامیه که در این مورد اندک معلومات دارین. نور بم همکاری و تاسو نری رضایت من استاسونم در من و کنشبا جان بخیر. شما که چند وقت بعد بخیر معاینه خانه باز کردین، همکار دکتر هستن، شما متوجه باشین که در آخرین حد از تولیدات دوای خود افغانستان به مریضایتان نسخه بتین. درسته؟ من که تمام کسایی که دکتر هستن، دکتر صاحبای عزیز ما، کوشش کنن از تولیدات افغانستان استفاده کنن تا بتانیم که اقتصاد ما را بلند ببریم و در سطح جهان ما همچنان یک نام داشته باشیم. بله. انشالله که البته پیشتر من
مستند هم اگر شما خواسته باشین که بعضی از دکتر سیباس اینا دقیقاً کمیشن کاری میکنن که شخصا خود پدر خودم مریض بود در دانه نسخه میفهمین 40,000 افغانی تفاوت آمده بود. بله. در دانه نسخه 40,000 افغانی دوایی که 2,000 میشد ما از دواخانه روبروی هم شفاخانه 4,500 5,000 میخواهیم. دیر زیاده منو نبارک زیسب زوی ویلان دیدمی تا و تر دمی و رسته بیرت زر را گرزو خبروانی تا. بیا هم خراغلاس در توانی دوستان و دخبران پدی برخه که هم زمانگ همکار فردوس جان کفته پخه کردن و کفته هم آماده ده انشالله اوراق ورسره و بگورو چی خوند چنگه ده پخوند که خود بفرمایید دوست خودت هم فردوس جان هم ایجاد کرده شده خودت باید اول غذا را نوش جان کنی یک کمی بگیری که بعضیش بر ما بگیری صفتی خوب نیست؟ خوب نیست خو ما صفت ما میکنیم تنها تو غذای خوشمزه ما پخته که خیر ما نزدیک میشیم بخیر تو بشی تو غذای خوشمزه ما پخته که تعریف شه به ما خب معمولا میگم شما میگین خودتون بگین نه تو اول خودت کم بگی خودت بگی که دستپخت خودت چطور است یک سر دیگه وقت از خودم دستپخت مزه نمیده برای خودم دیگه جگر خودی من کنشوازوان آشپزا هم معمولا از بوی سیر میشن آه این گپ هست این تاثیر خود داره اگان وقت که ما آشپزی میکنم وقتی که اگان وقت ما در خانه آشپزی میکنم باز از اون بوی غذا سیر میکنم امیقا و امکاران میز از من چرا دور ساختین چی دشمنی دارم به خاطر رحمت جان میگه که خودت ماشاءالله وزنت هم زیاد است نباید زیاد بخوری میز دور موندن من میگم که همین مرگم باشه و شکم سیر باشه خب ما مزه غذا رو میبینیم شما هم رای فردوس جان صحبت ها را ادامه بدیم خب فردوس جان مزه چطور بود اول از تو میخوایم بشنوم به نظر خودت آشپزا همیشه دوست دارن از خود تعریف کنن؟ نه، من خصم نیستم. من معمولا میخوانم که من دوستانم تعریف میکنن. بله. یعنی خودت از خود تعریف نمیکنی؟ نه خیلی. خب به نظر خودت چه قسمه؟ خود صفتی خوب نیست. به نظر من خوب از بد نیست. به نظر شما. رحمت جان میشه. بسیار غذای خوشمزه است و در ضمن از اینکه فردوس جان همکار ما در برنامه شام یک از آشپزی داره مسئولیت آشپزی برنامه تنها و تنها به خود ازی برمیگرده و هر آن چیزی که تصمیم میگیره که پخته کنه خودش تصمیم میگیره اما من یک روز برد یک فرمایش دارم بخیر که پخته کنی شوله بله شوله قربندی گفتی بله او را بخیر کوشش گفته دو سه روز هم پخته کنی من خوش میشم خب من قبلا من برای شما گفتم که ما میخواییم چیزی را آماده کنیم پخت کنیم که در دستات هموطنان ما هستیم خوب است و دوستای عزیز در برنامه قبلی هم یادآور شدم که بسیار دستپخت همکار ما واقعا فوق العاده است تنها نمایش ندارد یعنی غذای بسیار فوق العاده آماده میکنه و امید داریم که شما هم بخیر در برنامه وقت میایین از غذای دستپخت فردوس جان استفاده کنین همکارایی که در اینجا در استودیو هستن کامرمن ها میاله دیگه میگه زود که بیادر خدافظی که این کفته رو ما هم بخوریم میگه بویش ما رو بیخی دیوانه کرد به اصطلاح گشنه بودیم گشنه تر ساختیم تشکر فردوس جان انشاءالله معلوم خونه است که در برنامه فردا بخیر چی پخته میکنیم میمانیم یک راز باشه چطور شب خواهم میگم صبح تصمیم میگیرم و فوق العاده ترین غذایی که خودت پخته میکنی فردوس جان هم خودت که بسیار از دوستا تعریف میکنن میگن خوب پخته میکنی کدام غذا است قبلا هم من گفتم یکی خامی شوله قربانی است و روش روش هم نمیداری بله. حتماً یک شب رحمت جان برات روش آماده میسازه روش بسیار خوب از روش خواهیش گپ نزنین که در دفتر دیوانه ما میکنن خب پشت ما میگن فردوس کجا خوب است از یا پوت پخته میکنی بله تشکر میکنیم از همه دوستایی که با ما تا این لحظه بودن از همکارای تکنیکی ما تشکر فردوس جان از خودت تشکر شما تشکر از بنای تلویزیون جهان سپاس که تا این حد تا این وقت خود را صرف ما کردن تشکر زنده باشید سلامت باشید دوستان من له تاسو سلام خخک و تل بیاد خدای پامان بله عزیزا تشکر از شماهایی که تا این دم بیننده برنامه ما بودین اگر به هر دلیلی نتونستین برنامه ما را ببینین
سر بزنید به صفحات اجتماعی ما و حتما بیننده برنامه ما باشید و همچنان تشکری میکنم از برند بانوی شرق به خاطر تهیه لباس ما. تا فردا شب خداوند یار و مددگارتان.